هزاران نفر از مردم هایتی در اعتراض به نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور به خیابان ها آمدند. بر اساس نتیجه اعلام شده جابدن مویز نامزده مورد حمایت حزب حاکم با بیش از 32 درصد آرا در صدر قرار گرفته و جود سلستان از مهمترین مخالفان دولت هایتی 25 درصد آرا را کسب کرده است و هر دو به مرحله دوم راه پیدا کردند. هفت نامزد انتخابات در بیانیه مشترک خواستار تشکیل کمیسیون مستقل برای رسیدگی به شکایت ها شدند. ماریس نارسیسیس یکی از نامزدهای ریاست جمهوری نیز با حضور در جمع هوادارانش دولت را به دستکاری نتایج متهم کرد و این اقدام را یک کودتای انتخاباتی خواند. آقای سلستان نیز در بیانیه این نتیجه اعلام شده را نمایش مسخره خواند و تاکید کرد آرای واقعی مردم شمارش نشده است و همچنین به شدت از سرکوب مخالفان انتقاد کرد و دولت را به کشدار مردم متهم نمود سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیه‌ای به شدت از بروز خشونت و انتقاد کرد و خواستار محاکمه عوامل آن شد